سلام و درود فراوان به شنوندگان ارجمند و با وفای این برنامه های هفتگی. عنوان روایت امروز من چنین است: دستور آمریکا برای خروج شاه از ایران. از آنجا که در رژیم گذشته من دیپلمات بودم و رئیس ما دیپلمات ها و تمام ارتشیان شخص پادشاه بود، مایلم شما عزیزانم را با روحیه و خصوصیات استثنایی پادشاه آشنا سازم. ضمناً از شاه محبوبم یادی کرده باشم. من همیشه مثل سایه پشت سرش بودم، حتی در سفرها، هزارها، حتی موقعی که به او سوء قصد شد هر دوی ما زخمی شدیم. عزیزانم، فرزند دارم. شناختن شاه آسان نیست، حتی خیلی مشکل است. محمد رضا شاه فقید یک سر سوزن خلاف وطنش حرف نزد. تاریخ گوش شنوا دارد و قضاوت خواهد کرد. من یاد خدمتتون عرض کنم، عرض کردم بعد که دم دانشگاه به سوء قصد کردن، منم مثل ایشون مجروح شدم. وقتی دو هفته بعد جای سرنیزه گارد شاهنشاهی را پشت سرم نشونش دادم، گفت خدا رحم کرد. عرض کردم من عددی نیستم، خداوند به شما رحم کرد. اگر طوری می شدید وطنت دست می رفت. این شاه رؤوف و مهربان یه اتومبیل فولکس واگن به من که 20 ساله بودم مرحمت کرد. پدرم گرفت قفل کرد گذاشت یه جا، گفت تا تصدیق نگیری نمیتونی چیز کنی. عزیزانم فدایتون بشم، شاه فقید و پدرش رضا شاه جمله وطن پرستی را، این جمله رو باید تو پرانتز گذاشت، این پدر و پسر جمله وطن پرستی را معنا کردند. دوران سلطنت محمد رضا شاه فقید ایران مرفه بود، مترقی بود، سربلند بود. همگان دیدند آن پدر و پسر چه کردند. آنها هیچ کدامشون هیچ وقت نگفتن ما دموکرات هستیم، ادعا می کردن عمرانگر بزرگی هستند. و شما دیدید چگونه کشور را آباد و آزاد کردن. محمد رضا شاه بخشنده دشمنانش بود، مشوق خادمان وطنش بود. کمتر از 40 سال چنان پیش راند که غرب و شرق سرانگشت حیرت گزیدند. در حق او غربیان نوشتند کاری که او کرد فرانسه، آلمان، انگلستان ظرف یک قرن انجام دادند. شبیخونهای دیپلماتیک، من خدمتتون عرض کردم، خدمتتون عرض کردم آقای بهبانی، این دیپلماتیک و دیپلماسی باور کنید اصلا بوی گند گرفته. من هیچ چیش معلوم نیست کی به چی شده، همه چی خراب. الان مردمان کوچه و بازار اینا سیاست مدار شدن، بدبخت ها سیاست مدارم خونش نشین شدن. این زمانه امروزه شبیخونهای دیپلماتیک، ناسپاسی ها، دروغ ها و کرداری ها
ویرانگری ها او را به بستر انداخت. در حالی که جوان بود اسکی رو آب میکرد، یعنی ورزش هایی میکرد که از هر کسی بر نمیومد. سالم سالم بود. این غم بود که تن او را خورد. به اصطلاح ما ایرانی ها دخ کرد. سرطان از استرس زیاد به وجود میاد. این تومور از استرس، از ناراحتی، از نگرانی در روده بزرگ پیدا میشه. یواش 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 بزرگ میشه تا جایی که دیگه نمیتونن عمل کنن، حتی نمیتونن عمل کنن. من به صراحت خدمتتون عرض میکنم، گوش کنید تو رو به خدا، نه تنها برداشت منه، خیلی از بزرگ مردان چنین عقیده‌ای را داشتن که شاه فقید زیاده، اونم زیاده از حد، به غرب اعتماد کرد. ولی وقتی به تاریخ مدتی که ایشون زمامدار مملکت بود میبینیم که سرمایه را به هدر نداد، مثل امروز ایران. امروز ایران سرمایه رو به حسابهای جاری خودشون در کشورهای خارجی ریختن. والا به خدا در وزارت خارجه من از یه مأموریت که برگشتم منو گذاشتن رئیس یه اداره، ولی اسم اداره اعلام نمیشد، محرمانه بود. اسم اداره کمک های فنی بود. یعنی ما محرمانه باید کشورهای کوچک، مخصوصا این کشورهای کوچک خلیج فارس، ما به اینا کمک کنیم و هیچ هم نه اعلام میشد نه چیزی. من تلفن کردم به وزیر چی؟ وزیر کشاورزی. گفتم میشه قربون آدرس خونه و تلفن 30 نفر بازنشسته کشاورزی رو به من بدید؟ گفت شما برای چی میخواد؟ گفتم اینا بازنشستن، من میخوام اینا رو بفرستمش به این کشور کوچولوهای در خلیج فارس. اینا بدبختا نمیتونن چیزی بکارن، آب زمین ها خاک شوره. اینا برن یاد بدن، برن اونجا کارخونه جات تبدیل آب شور به شیرین بدن، برن چمن بکارن برای اینا، برن اینا شمدونی، اصلا اینا ندارن، اصلا اینقدر اونجا داغ و هوا حال چیزه که اصلا اهل این حرفا نیستن. و گفت حقوق اینا چی میشه؟ گفتم به حقوق، حقوقشون اینقدر زیاده که هر ماهش بنزه 2 سال ماهانه که شما میدید، همشون خانه بهشون میدن، همه اتومبیل بهشون میدن، شما نگران نباش. گفت خب اگه اینطوره منم بفرستین. گفتم شما مهندس کشاورزی نیستید. ایشون به جای 30 نفر 40 تا اسم و با آدرس به من داد و منم شروع کردم تلفن کردن عنوان اینا رو. اینا رو ما فرستادیم برن برای اینا، برای این بدبخت ها چمن رو یاد بدن چجوری چمنه میشه چیز کرد، یه فضای سبز درست کنن. قربون شما الان نگاه کنید ببینید اینا کجا هستن، ما کجا هستیم الان. این واقعا این جوونا، این پولدارا میرن الان کشورهای اونا، میرن دبی، میرن امارات متحده عربی. آخه شما، من ناظر بودم اینا چه وضعی داشتن. اعلیحضرت دستور داد کسایی که برای رئیس مأموریت الان به کشورهای خارج میرن، اینها باید با هواپیما سوار شن و برن از با نزدیک ببینن این اروند روی رو که ما وزیر خارجه ما درست کرد. این قبلا بین النهرین بود، مگه عراقی ها میذاشتن که کشتی های ما این روز خونه مشترک بره؟ خب یه وزیر خارجه این ترتیبی داد، اینجا شد اروندرود. ولی شما بایستی قبل از رفتن به محل مأموریت برید با چشمتون ببینید. شما باید برید تمام این جزایر و تمام اینا رو بازدید کنید. من وقتی از یکی از اینا رفتم بازدید کنم، با 2 نفر سفیر دیگه بودیم، من چیز کردم، من یه یکی پیرمرد نشسته جلوش یه چیز بزرگ گرده سیاه سیاه، رفتم جلو
دیدم همه مگسه، یعنی یه ظرف گرده ولی همش مگس نشسته. خود یارو هم یه باد بزن داشته. من رفتم بهش گفتم عمو جان تو باعث اینا رو میبینی اینا چیه؟ گفت مگسه. گفتم پس چرا اینا رو نمیزنی برن؟ گفت اینا اینا اومدن اینی که هر ککه شیرنی کک درست کردم تیکه تیکه میفروشم. گفت آخه اینا رو چرا رد نمی کنیم مگس ها رو؟ گفت آقا شما جوانی شما نمیدونیم اینها اومدن نشستن روی این شیرنی اینقدر خوردن شکماشون گنده شده سیرن حالا خوابن. من اینا رو باد بزنه بزنم برن یه سری مگس گشنه بیاد. دیدم چه حرف حسابی داره میزنه. گفت نه نه من خیلی خوشحالم خوشحالم که هر کی هم میاد بعضی هم میپرسن آخه این مگس ها رو تو چرا روینی؟ گفتم نه اگه اینا رو من تا اینا رو باید اینا خوابن اگه بزنم یه ده گوش نمیاد. ببینید من ما اینا رو میرفتیم میدیم. حالا بیاد نگاه کنید بیاد ببین این جوجه ها چی شده برای که تمام ثروت و مملکت رو به جایی که مثل امروز ایران به حساب های بانک های خارجی برسن اینا رو برای اون مملکت خرج کردن که الان یک جای توریستی ایرانیان که دارن میرن میرن اینا رو برای ببینن تاورها تورهایی در اینجا درست شده که اصلا در آمریکا و در اروپا یه دونش هم نیست. این پولا رو خرج مملکتشون کردن. نمیدونم من نباید من اگه یاد اینا بیافتم مثلا وقت موقع چیز حرف اصلی خودم از دستم بیاد. داشتم اینجا میگفتم که من مرزا شاه فقیر بسیار بسیار به غرب مخصوصا این آمریکای جهانخوار اعتماد کرد. من امروز با ارائه اسناد به شما ثابت میکنم که کارتر و همکارانش حتی این سولیوان سفیر آمریکا در تهران چگونه به او خیانت کردند. شاه و شهبانو با چشمان گریان برای همیشه از ایران رفتند. شاه ما رفت ولی راهش کنون کعبه و بتخانه ایمان ماست. کعبه و بتخانه و ایمان ما حال یا از ناسپاسی های مشتی بیخرد سرزمین آریا مهری نگر زندان ماست آن خدا و شاه هم ایران ماست. ببینید چقدر فرق کرده. حالا دو کلمه هم از رضا شاه میگم این مقدمه تمام خواهد شد در یک دقیقه دیگه. این مقدمه را خاتمه میدم بعد خصوصیات استثنایی شاه وقتی که رضا شاه را برسون استم. وقتی به حماسه رضا شاه فکر میکنیم که همه چیز را در ایران از نو بنا کرد و وقتی به فاجعه رستفار شدن او به تبعید فکر میکنیم که استعمارگران آن را به او تحمیل کردند به زندگی پرتلاش او خود به خود تعظیم داریم. رضا شاه به تمام معنا نوآوری کرد. او وسواس استقلال داشت و این وسواس او را از ترک مغرب مانع شد و دیدیم که بهای گزافی هم پرداخت. خدمتون عرض کردم این تکرار باید بکنم نه رضا شاه نه محمد رضا شاه هیچ کدامشان نگفتند که ما دموکرات هستیم. اینها میگفتند ما عمران و آبادی و امنیت را بر دموکراسی ترجیح میدهیم و در این راه دیدیم و دیده شد و تاریخ قضاوت خواهد کرد که این پدر و پسر موفق بودند. نازنینانم
رضا شاه درست 10 سال زودتر از کشور متمدن سوئیس به زنان ایران حق رأی داد. این روزنامه لوموند پاریس، چاپ پاریس ها، روزنامه که به تمام جراید جهان سرمشق میده. اعضای اینجا واقعا بزرگترین دانشمندان این مملکت در لوموند مقاله می نویسند. این روزنامه لوموند چنین نوشت: کارهایی که رضا شاه کرد، فرانسه، انگلیس، آلمان ظرف مدت 1 قرن انجام دادن. متن فرانسه این که خیلی هم مفصله الان جلوی منه، گوش میکنید؟ واقعا میبخشید که این مقدمه قدری طولانی شد، ولی من لازم بود به حرمتی که برای اون پادشاه قائل هستم، وقتی میبینم یک سفیر آمریکا اینطور به شاه من توهین میکنه، اینطور کارتر نشسته اونجا با همراهاش در یک اتاق برای بیرون کردن این از ایران نقشه میکشه و از اونجا ابلاغ میکنه به کی؟ به سفیرشون. من تمام تلگراف های رو که از اونجا به ایشون شده، تمام رونوشت اینا رو دارم و جواب هایی که ایشون داده. وقت نیست، فرصت نیست که من اینها رو بگم. ببینید این مقدمه اینقدر طولانی شد. حالا براتون میگم موضوع امشب دستور آمریکایی ها برای خروج شاه از ایران بود. هنگامی که من مشغول مذاکرات خود با هایزر بودم، اینی کی داره میگه؟ اینو سفیر آمریکا اینو روایت میکنه. تلگراف دیگری از واشنگتن رسید، به من ماموریت داده شد. فوراً 3 دفعه نوشته بود فوراً به اطلاع شاه برسان، به نفع او و مملکت میباشد که هر چه زودتر ایران را ترک کند. من از چنین دستوری خیلی ناراحت شدم که نظر به اصول بین المللی این صحیح نیست که چنین دستوری توسط یک سفیر به مقامی چون پادشاه تکلیف بشه. در این حال روابط من با شاه مثل روابط 2 نفر دوست بود. بل اجبار و با تأسف و با ناراحتی به دیدار شاه رفتم. شاه مثل همیشه از دیدن من خوشحال شد، مجدداً به روال همیشه خود دستور چایی داد. کاملا مشخص بود که از دیدن من احساس آرامش میکنه، چون واقعا کسی را نداشت. او تنهای تنها بود که با او بیایند و حرف بزنند. کسی واقعا هیچ وقت تنها کسی که میومد با ایشون صحبت میکرد من بودم. مرتبم تلفن میکرد که بیا، منم میرفتم. حالا باید برم این پیام اینقدر مهم و به دولت آمریکا اولتیماتوم به شاه داده به ایشان بگویم. شاه در حالی که با آرامش تمام به گفته های من گوش میکرد، در حالی که تأسف و آشفتگی از صورت او پیدا شد، بعد از لحظه سکوت گفت: آنها من را از کشور خودم دارند بیرون میکنند. دوبار این را تکرار کرد. بسیار خوب، ولی من باید کجا برم؟ آیا آنها جایی برای من و خانواده‌ام
در نظر گرفتند. همین برو. سفیر آمریکا میگه من چند لحظه تأمل کردم، گفتم که من نمیدانم، ولی چطور هست به منزل خودتان در سوئیس بروید؟ شاه حرف منو قطع کرد، گفت امنیت سوئیس خوب نیست. او در حالی که منتظر بود پیشنهاد دیگری به او بکنم، گفت البته ما خونه دیگری هم در لندن داریم، ولی هوای اونجا برای حال من مناسب نیست. در حالی که ساکت شده بود به روی صندلی نشست و با چشمان امیدواری به من نگاه کرد. من از شاه سوال کردم که آیا شما میل دارید و به من یک دارید من یک دعوتنامه برای شما بگیرم که به آمریکا بروید؟ شاه با شنیدن این حرف به جلو متمایل شد، با خوشحالی تمام گفت آیا ممکنه شما چنین کاری برای من بکنید؟ من به شاه قول دادم که با تمام وجودم در این مورد اقدام خواهم کرد. در برگشت به سفارت فوراً نظر خودم را به واشنگتن گزارش نمودم. جواب چنین بود: شاه می تواند به طور موقت به آمریکا بیاد. به او خوش آمد میگیم. او می تواند در منزل سفیر کبیر سابق آمریکا در ایران که در کالیفرنیا واقع است اقامت کند. به نظر امنیت کاملا مطمئن می باشد. دولت آمریکا شاه و خانوادش را با یک هلیکوپتر نظامی از فرودگاه به آنجا خواهد برد. به من مأموریت دادند این دعوتنامه را از طرف رئیس جمهور آمریکا به شاه تسلیم نمایم. در این حال تعداد همراهان شاه را به اطلاع آمریکا برسانم. به فاصله چند ساعت بعد آیت الله خمینی اعلامیه‌ای از پاریس منتشر کرد که هر کشوری به شاه پناهندگی دهد که باعث خروج او از ایران بشه، کمک بزرگی به متوقف شدن خونریزی در ایران خواهد شد و این یک خدمت بزرگ برای ملت ایران و شورای انقلاب خواهد بود و با این پناهندگی هیچ نوع مخالفتی ما نخواهیم داشت. از این اعلامیه این طور مشهود بود که اگر آمریکا به شاه پناهندگی دهد، هیچ خطری در آینده متوجه منافع آمریکا در ایران نخواهد شد و در عین حال باعث این خواهد شد که شاه زودتر از ایران را ترک کند. این آن چیزی است که ما می‌خواهیم. من خیلی تعجب کردم که چه رابطه بین این اعلامیه و توافق آمریکا نسبت به پناهندگی شاه وجود داره. حتما در دستگاه خمینی نزدیک شاه هستن یا یک جاسوسی هستش فوری اطلاع داد که الان اینجوری شده، که حالا اینا اینطور سریع آیت الله خمینی مبادرت به چنین اعلامیه میکنه. هم زمان هم عرض. ببینید چه اینا کار جاسوس ها هستا، اینا کارهای متملقین هستا و اینا هستن کسانی که اهل باد هستن. باد از هر طرفی به وضعه متمایل به اون میشون. متاسفانه اکثریت دارن این افراد. من بلافاصله از شاه تقاضای ملاقات کردم.
اونم ملاقات مجدد در دو روز، در یه روز اجازه خواستم که جنرال هایزر را با خودم به دیدن شاه ببرم. در روز 12 ژانویه شاه و من با هایزر ملاقات و گفتگوی مفصلی با شاه داشتیم. شاه بسیار آرام شد که یک دعوتنامه از طرف کارتر برای او آمده است، اضافه کرد. بسیار خوشحال خواهم شد که اگر من و هایزر در این سفر همراه او باشیم. شاه گفت موضوعی که باعث زجر منه اینه که قوای نظامی به سختی قبول خواهند کرد که من عنوان ریاست خود را در ارتش به بختیار انتقال دهم و از این بابت نگرانم. نمیدانم با خروج من از ایران سرنوشت آنها چه خواهد شد. چطور می شود علاقه ای که در اثر سالیان دراز به وجود آمده با این سرعت به شخص دیگری منتقل کنم؟ ارتش و من با هم بزرگ شده ایم، با هم عهد بسته ایم. حالا شاه دیگر قادر به ادای بقیه حرفهای خود نشد. سکوتی کرد و غم صورت او را فرا گرفت. دو روز بعد تلگرافی از طرف پرزیدنت انور سادات به دست شاه رسید. سادات از شاه خواست که قبل از سفر به آمریکا چند روزی را در مصر اقامت کند. شاه در جواب ضمن تشکر فراوان از سادات متذکر گردید که می‌خواهد نسبت به این دعوت کمی فکر کند. روز بعد رئیس گارد شاهنشاهی تلفنی با من تماس گرفت و گفت شاه مایل است قبل از سفر به آمریکا یک روز در مصر اقامت کند. بهتر است در برنامه ورود شاه به آمریکا یک روز تأخیر داده شود. من فوراً با سفیر آمریکا در مصر تماس گرفتم. او گفت که سران دولت‌های مصر خیلی از دیدن شاه خوشحال خواهند شد و در اثر اتفاق پرزیدنت سابق آمریکا آقای جرالد فورد و همراهانش الان در شهر آسوان مصر هستند. اعلیحضرت اون دوستاشو ببینه خیلی هم خوشحال خواهد شد. حالا عزیزان دل من فدایتون بشم، از دیدار ارتشیان با شاه براتون میگم که اینجا یک نکات مبهمی هم داره. در روز 15 ژانویه شاه و چند نفر از عمرای ارشد اینها را که به وفاداری آنها اعتماد کامل داشت به حضور طلبید. آنها مطمئن بودند که هدف شاه از این دیدار، این مخصوصا دیدار دست جمعی، خداحافظی و ترک ایرانه. روی همین است بسیار متاثر و مضطرب بودم. شاه در حالی که سعی میکرد تا تأثیر باطنی خودش را نمایان نکند با متانت تمام خطاب به همه حاضرین گفت وظیفه فرد فرد شماست که برای سربلندی این کشور کوشا باشید. من آرزومندم که روزی کشور چه از نظر صنعتی و کشاورزی و داشتن ارتش نیرومند و امنیت کامل در دنیا بی‌نظیر شود، اگر خاص و معیشت الهی بر این استوار است که من به کشور بر نگردم. اتحاد و یگانگی را فراموش نکنید. تاریخ ایران از این فراز و نشیب ها بسیار به خود دیده، ولی همیشه خدای بزرگ بود که این مملکت را حفظ کرد. من در تمام مدت سلطنتم جز به پیشرفت، سربلندی
تصور دیگری نداشتم. سربلندی ایران هدف من بود. اگر همواره برای بهره‌گیری از کمک‌های اقتصادی و نظامی خود را به کشور آمریکا نزدیک کردم، هدفم پیشرفت مملکت در پرتو این دوستی و همکاری بود و اکثر کشورهای متلقی دیگر چنین هم می کردن و باز هم می کنن. من برای کشور زحمات زیادی متحمل شدم. بر شما سربازان مملکت واجبه که بعد از من آرزوهایم را دنبال کنید. من سلطنت را به پسرم واگذار می کنم و او و مملکت را به خداوند می سپارم. امیدوارم در آیندهی بسیار نزدیک گروهی فریب خورده از خواب غفلت خود بیدار شده و بیایند و وجود خودشون را گرامی بدارند. در این حال شاه از عمرای ارتش خواست که از دکتر شاپور بختیار نخست وزیر حمایت کامل بکنند. ارتش بیچاره حاضر بود ولی خیانت قره‌باغی سبب شد که در سربازخانه رو باز کرد، همه رو آزاد کرد، گفت ما ارتش احتیاج نداریم و بی طرفی ارتش را اعلان کرد. هیچ دیگه تموم شد دیگه. حالا ببینید که برژینسکی مشاور ویژه رئیس جمهور در خاطرات خودش، عنوان خاطراتش هم اینه، من خوندم، قدرت و اصول اخلاقی. یه جمله شو من در آوردم بر شما. دستور آمریکا برای سفیر خودش در تهران. با ادامه تردید و تزلزل شاه در تصمیم گیری، بحث و جدل ما در روزهای بعد شدت یافت. پس از عارضه قلبی، اونم از هاری، مریض شد و ناشکار بود که دولت ضعیف، این دولت نیمه نظامی که شاه انتخاب کرده در اصل سقوط. شاه در یک تلاش نهایی که بیشتر شبه دست و پا زدن انسانی که در حال غرق شدنه، میکوشد یک حکومت غیر نظامی را سرهم بندی کنه. حالا از چارچوبی آمریکا برای ایران بدون شاه برای شما صحبت میکنم. خاطرات برژنسکی که خیلی زیاده، من فقط به طور خیلی خلاصه چند جملهش رو انتخاب کردم. خاطرات برژنسکی به آنجا میرسه که اعمال و رفتار ضد و نقیض شاه و گزارشات که از طرف سولیوان به واشنگتن میرسه سرانجام ما را به این نتیجه میرسانه که اولا در شرایط موجود به نفع ماست که شاه از ایران فوری خارجه. ثانیاً لازم یک افسر بلند پایه آمریکایی، اونم ژنرال رابرت هایزر، اینو ما فوراً به ایران بفرستیم تا پس از خروج شاه از ایران به حفظ یک پارچگی و انسجام ارتش ایران کمک کنه، چون شاه خیلی زحمت کشید برای چنین ارتشی. این تصمیمات روز سوم ژانویه 13 دی در جلسه کمیته ویژه هماهنگی و جلسه‌ای که بعدها در حوزه کارتر تشکیل میشد اتخاذ گردید. میبینید سرنوشت مملکت ما رو با یک شخصی که دوستشون بود، دوست آمریکا بود، ببینید چجوری نشستن دارن نقشه میکشن برای ما. این نقشه ایرم که کشتن انجام شد. تصمیمات سرنوشت ساز، ببینید چی شد. برای که مردم ببینید اینا رو به جای که ایرانی ها بنویسن، الان من از گزارش سفیر آمریکا به واشنگتن ترجمه کردم
تو هر روزنامه رو بگردی، تو هر چیز، اصلا این اظهارات اعلی حضرت به فرماندار نظامی اصلا وجود نداره. ببینید گرفتاری نها، تهران در آتش میسوخت قربون، اصلا دیگه کسی حوصله خوندن نوشتن نداشت. ولی خب وقتی که سفیر آمریکا در تهران گزارش روزانه کاراشو میفرسته، خب این الان آشکار شده و من خلاصه، خیلی خلاصه اینو تبش فارسی به عرض شما رسوندم. این خاطرات این برژنسکی واقعا واقعا باعث وقتی که من میخوندم تعصب میخوردم. ای خدا چطور میشه آخه سرنوشت یک کشوری رو بشینن توی اون اتاق تصمیم بگیرن و اجرا بشه؟ به دنبال این خاطرات برژنسکی گزارش مربوط مذاکرات این جلسه را که باید تصمیمات سرنوشت ساز برای ایران نامید، از دفتر خاطرات روزانه خود اینطوری می نویسه: سفیر ما باز نوشت. به شاه گفتم که باید ایران رو ترک کنم. مباحثات ما در این باره بسیار آشفته بی‌قاعده بود، زیرا سایرس ونس طبق معمول از نظرات سولیوان جانبداری میکرد، در حالی که اختلاف نظرهای زیادی در این زمینه وجود داشت. ادامه بحث ها به جلسه نهار در حضور رئیس جمهور آمریکا موکول شد. این جلسه بود که اینا تصمیم میگیرن نقشه را عیناً پیاده میکنن. من گفتم ما نباید خودمون را گول بزنیم، زیرا ایرانی ها این موضوع را توصیه‌ای از طرف ما برای کناگیری شاه تلقی میکنن. در توضیح این موضوع اضافه کردم که ایرانی ها از نظر روانی به ما وابسته هستند و ما باید نتایج چنین اقدامی را برای دوستانمان در ایران در نظر بگیریم، زیرا این اقدام ما در ایران نوعی سلب مسئولیت و تلاش برای رهایی از قید تعهدات گذشته ما در ایران تلقی میشه و این سوء تعبیر ایران را به سوی هرج و مرج، حتی جنگ داخلی سوق خواهد داد. ونس گفت چاره‌ای جز این باقی نمانده. نظامی ها نمی توانند بر ایران حاکم شوند. کارتر گفت پارلمان می تواند تکیگاهی برای ثبات کشور ایران باشه و افزود اگر یک حکومت غیر متعهد در ایران روی کار بیاید شکستی برای آمریکا محسوب بشود. ما فوراً باید چاره بکنیم، وقتم دیگه نداریم. جنرال هایزر مأموریت داشت که فرماندهان ارتش ایران را برای دوران بعد از شاه آماده کنه، تیری که به سنگ خورد. ایشون اومد دوبار شاه را ملاقات کرد، ولی نه تنها راه نمایی کرد، ولی در هر حال او را واقعا واقعا بسیار بسیار افسرده و ناراحت کرد. عزیزانم فدایتان بشم، این آیت الله خمینی ببینید چقدر خوش گفت. گفت آمریکا شیطان بزرگ است. شنیدید که با اسناد من برای شما گفتم چه نقشه‌ای را برای ما تدارک دیدن و اجرا هم کردن. عزیزانم ناگزیرم جمله‌ای از محمد رضا شاه فقید خیلی کوتاه براتون روایت کنم و به این گفتار امشب خودم پایان دهم. ایشون گفت دیگه این اسم شخصیدم که اعلی حضرت ببخشید شاهنشاه، این صحبتی که من الان بخوام بگم در ملاقاتی بود که آقای دکتر ودی 28 روز قبل از اینکه شاه فوت کنه در مصر
در بیمارستان مادی به دیدار شاه رفت. شاه در حالی که در بستر بیماری خوابیده بود، در مورد اینکه اپوزیسیون چه می کند به آقای دکتر ودی توضیح داد که همشون والا از خدا می خواهند که کشور را آزاد کنند. شاه گفت اپوزیسیون اشتباه رفته است. کسانی که کاسه گدایی نزد بیگانگان مخصوصا آمریکا میبرند، آبروی ایران و مبارزه را میبرند. نازنینانم، تاریخ ها حالا میبینیم تمام اپوزیسیون خارج از کشور برای براندازی از این درس تلخ تاریخ پند نگرفتند. حرفای امروز من امیدوارم کلنگوری باشه بر مغز خابیده و خموش عده‌ای از ایرانیان که در خارج از کشور نشستند و آزادی کامل برای اظهار عقیده و عنوان کردن راه سازها دارند. در حال فقط باید بگم که الان همه اینا دارن از ترامپ رئیس جمهور آمریکا کمک میخوان. زهی افسوس، زهی افسوس. من یه جمله کوتاه یک دقیقه هم میگم و از شما خداحافظی میکنم. بعد از گذشت سالها از انقلاب، یعنی 40 سال دیگه، حالا اعترافات انقلابیون سال 57 را که سینه سپر کردند و مملکت من و شما رو به این روز انداختن، به نظر من مرور کردنیه. به نظر من که ما یادمون باشه که این انقلابیون اون روز چه کردند، ما رو به این روز سیاه انداختن. بیشتر روشن فکرا اینها خیانت کردند. حالا ببینید الان من چند تاشون رو برای شما در یک دقیقه روایت میکنم. عزت الله صحابی شخصیتی است ملی مذهبی. ببینید این چی گفته. این ثبت و ضبط شده. برنامه های شاه به نفع ایران بود. ما آن زمان متوجه نمی شدیم. خاک بر سر کنن که استاد دانشگاه متوجه نمی شدی و از روی کینه و عناد با آنها دشمنی و مخالفت می کردیم. عیناً سنده ها اکبر گنجی ببینید چی میگه. ما دروغ می گفتیم، ما به دروغ می گفتیم حکومت شاه 150,000 زندانی سیاسی داره. ما به دروغ می گفتیم حکومت شاه دکتر شریعتی را کشته. همه این دروغ ها رو ماها گفتیم، آگاهانه هم گفتیم. غلط کردی آقای اکبر گنجی. هما ناطق، ببینید چی میگه این خانم فرهیخته، این خانم دانشمند. خودم کردم که لعنت بر خودم باد. باریکلا گفتی، چه خوب گفتی، ولی دیر گفتی. دکتر اسماعیل خویی شاعر، ایشون میبینید چی گفتش. در پیشگاه ملت بزرگ ایران از بدیهایی که در حق خانواده پهلوی کردند صمیمانه عذر میخوام. همچنین از شهبانو فرح، از شاهزاده رضا پهلوی و خانواده پهلوی بارها بارها من معذرت میخوام. لطفا بیایید و مرا ببخشید و حلالم کنید. بله آقای شاعر، حلالتون کردن. چشم، برید تو دلتون خوش باشه. شما را اگه اینام حلال کنن ملت ایران حلال نخواهد کرد. محمد نوریزاد، من یک پوزش خواهی بزرگ
به پیشگاه رضا شاه بزرگ و فرزندش بدهکار هستم. کی حالا میخواید این بدهکاریتونو بدید آقای محمد نوریزاد؟ بلبل زمانه که در با این رسانه های مجازی همه جا حضور دارید، خب بیایید و بگید دیگه. عمادالدین باقری ببینید چی میگه. آمار قربانیان دوره شاه دروغ بود، همه این رو ما ساختگی کرده بودیم. غلط کرده بودید آقای عمادالدین باقری که هنوز هم دارید فعالیت میکنید. کیانوری رهبر حزب توده ببینید چی گفته. محمد و مسعود رو ماها کشتیم، همه رو شایعه کردیم که این شایعه انداختیم گردن شاه. همه هم قبول کردن که مسعود مدیر روزنامه مردم اینو ما شاه کشته. روح الله حسینیان آخوند ببینید چی میگه. اگر قرار بر آباد کردن بود که شاه بهتر میتوانست ایران را آباد کند. واقعا شب بخیر. مهدی هاشمی از مؤسسان سپاه پاسداران میگه که شمس‌آبادی رو ماها کشتیم، انداختیم گردن ساواک و شاه. آخه شاه چقدر میتونه گردن بند شما گردن بند رو چرا به ساواک بیچاره شاه انداختید؟ هاشمی رفسنجانی: در زمان شاه من با پاسپورت معمولی ایرانی در اروپا هر کجا که دارم میخواست یه دونه ویزا سفر میکردم، به من کلی احترام میگذاشتم. حرومت باشه، حرومت هم شد. محسن سازگارا از انقلاب علیه شاه پشیمان هستم. حمزه فراحتی فعال سیاسی و دوست صمیمی صمد بهرنگی: بهرنگی جلوی دیدگان من غرق شد، من میدیدم که غرق شد و ما به دروغ گفتیم کار ساواک شاه بوده. آخه چطور همه چی رو انداختن گردن شاه رؤوف؟ والا میگفتن این دیکتاتوره. من دو بار گریه کردن ایشونو دیدم عشق از چشمش جاری شد. یکیش در سفر آذربایجان بود، بعد از این دفع قائله او باشا پیشه بری توی ده یه پسر بچه رو گرفت بغلش کرد و نشست همینجور چهار زانو نشست. این پسر بچه بغلش بود. من به دکتر لقمان عطم وزیر بهداری که پل من واسده بود گفتم آی دکتر میبینی شاه اش تو چشمشه؟ گفت وای وای بله. گفتم آی دکتر میدونید این الان چه فکری میکنه؟ ایشون از خدا میخواد. ای خداوند متعال همیشه به من لطف داشتی، به من سوء قصد شد تو نجاتم دادی، به پدرم لطف داشتی. شما رو به خدا من دلم میخواد که یه پسر داشته باشم، یه فرزند داشته باشم. ببینید عزیزانم، خداوند ارحم الراحمینه و الان میبینید فرزند ایشون 56-58 سالشه. بیایید بیشتر به خدا تکیه کنید. حالا ببینم، عباس میلانی هم بودش. عباس میلانی نویسنده و استاد دانشگاه میگه ما به دروغ میگفتیم که شاه نوکر آمریکاست. من ثابت کردم که دولت آمریکا میگه بارها خواستن شاه رو سرنگون کنن، شاه رو ترور کنن، ولی موفق نشدن. ما انقلابیون به دروغ به او تهمت نوکری آمریکا میزدیم. والا من بی احترامی به این استاد بزرگوار نمی کنم. خیلی تشکر میکنم از اینکه وقت نازنین و عزیزتون را به من دادی، مخصوصا از آقای بهبهانی سپاسگزاری میکنم. من
برنامه آینده عنوانی انتخاب کردم که از نظرتون می گذرانم. شاه ما در معاصره متملقین و چاپلوسان. من یک به یک این متملقین و چاپلوسان رو به شما معرفی خواهم کرد که اقلا نواده هاشون سرشون رو پایین بندازن که اینها چه کردن با ما. روز و روزگارتان خوش.